بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، درباره ما، رب شناسی. صفحه 32. معماهای عرفانی زن، گفتگویی با استاد علی اکبر خانجانی. سوال: شما ادعا دارید که بانی مکتب اصالت معرفت هستید، لطفاً مقداری این امر را به زبان ساده روشن‌تر کنید. جواب: مکتب اصالت معرفت بیان آخر الزمانی توحید است به معنای مکتب اصالت خدا، بدین معنا که خدا کافی است و ما میگوییم که معرفت کافی است، چرا که معرفت همان خداشناسی در خیشتن است و هر که به خدا در خیش مؤمن شود و او را در اعمال و امیال و صفات خود درک و تصدیق کند، به خود کفایی کامل در حیات و هستی میرسد. اگر به قول رسول اکرم صلی الله، تنها راه رسیدن به حقایق دین در آخر الزمان همانا معرفت نفس است، پس مکتب اصالت معرفت همان مکتب اصالت دین است، منتها دین عرفانی و خدای وجودی که حاصل ختم نبوت است. پس این مکتب چیزی جز اسلام عملی نیست. سوال: شما چگونه به این مکتب رسیدید؟ جواب: از طریق باور به معارف اصولی دین و اسلام و تشیع به واسطه تجربه و آزمون. هر یک از مبانی دین و اخلاق و حکمت را آزمون نمودیم و دیدیم که درست است. آنچه را که عملاً به درستیش رسیدیم، پذیرفتیم و نهایتاً دیدیم که دین خدا راست است و مشکلی جز ناباوری ما نیست. و این ناباوری هم حاصل بیعملی ماست. فی المثل خوانده و شنیده بودیم که صدق سفینه نجات است و دروغ ام الفساد است. آزمودیم و درستیش را دیدیم. در واقع ما یک بار دیگر دین را کشف کردیم. همین و بس. منتها این امر به قدری ساده است که آنان که راه حل را فقط در پیچیدگی می دانند ناباورند و ما را استهزاء می کنند که این امر هم البته طبیعی و پدیده‌ای بس قدیمی از جهان کفر است. راه دین را سادگی و باورمندی است و راه کفر هم راه پیچیدگی در جهت انکار است. سوال: آیا زن هم می تواند به این مکتب درآید و عارف شود؟ جواب: اتفاقا زن بسیار آسانتر و سریعتر می تواند عارف شود، زیرا عارف شدن همان راه و روش رسیدن به هستی فذاته است که مرد بایستی تمام عمرش را جهاد کند تا از بی خودی ها برهد تا به خود برسد. بلی، زن طبیعتاً در مقام هستی فذاته قرار دارد، فقط کافی است که زن باشد و با زن بودنش جدال نکند و ولایت مؤمنانی مردش را با تمام وجود پذیرا گردد تا از خود بیگانه نشود. زن بایستی آنچه که هست را دریابد، در حالی که مرد بایستی عمری تلاش کند تا تازه به خود برسد و سپس بر خود وارد شود و خود را بشناسد. بنابراین زن به طور خود به خودی همان جایی هست که یک مرد عارف به آنجا میرسد. زن طبعاً عارف است و کافی است که زنانیت خود را که در رابطه با مرد مؤمن به فعل می آید تصدیق کند و تسلیم مردش باشد و به رقابت و جدال با مردش بر نیاید. سوال: اگر زن متأهل باشد و شوهرش هم مؤمن و اهل معرفت نباشد، تکلیف چیست؟ جواب: او باید امام داشته باشد، یعنی تحت تعلیم و تربیت و ولایت یک مرد عارف باشد که در این صورت به شکوفایی طبیعی زنانیت خود میرسد که مطلوب هر مرد حتی کافری نیز هست،
مگر آنکه شوهرش به راستی یک کافر حربی و دشمن دین باشد، که در این صورت مجبور به جدایی می شود و چاره ای جز این برای حفظ دینش باقی نمی ماند و چون این طلاقی البته امر حق است و خود به خود رخ می دهد و واجب است، زیرا برای حفظ آخرت و سرنوشت ابدی است. امروزه عرفان تنها راه نجات زن مدرن از اسارت مردواری و بی‌هویتی و بازیچگی مردان کافر است. نیاز زن مدرن به عرفان بسیار اورژانس تر است و اصولاً در طول تاریخ در اطراف امامان و عارفان تعداد زنان مؤمنه و مرید و عارفه به مراتب بیشتر از مردان بوده است و این به دلیل ذاتی و نقد بودن عرفان در زن است. اصولا ایمان زنان همواره از جنس امامت بوده است و نه نبوت، ولذا همه زنان مؤمنه در تاریخ عارفه بودند. زنان در عرفان پیشتاز مردان بودند و بستر ظهور امامت در انبیای الهی می باشند، مثل ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله. سوال: بزرگترین مانع و آفت و خطر زنان در قلمرو عرفان چیست؟ جواب: همانطور که بزرگترین و محوری ترین قلمرو به گمراهی و کفر و شیطنت زن همان کید عظیم اوست، در قلمرو به عرفان هم این عامل مهمترین عرصه خودفریبی و خودبینی اوست، به علاوه این که زن به واسطه اراده به محبوبیت در نزد مرد در قلمرو به ارادت و تبعیت از مرادش بسیار پیچیده و مکارانه عمل می کند و کل معارف عمیق و لطیف را می تواند به خدمت مکر زنانه گیرد که در این صورت از وی یک ابلیس مجسم می پرورد. مسلماً محبوبیت بزرگترین مانع اطاعت خالصانه است و از آنجا که محبت مراد یک محبت خالص و الهی است، زن دچار احساس خدایی شده و اگر مستمراً بر تبعیت خود نیفزاید و مراقبه بر نفس خود نداشته باشد، بی تردید به سرعت به عداوت با مرادش میرسد و فاجعه می آفریند، مثل عایشه و جعده و قطامه در صدر اسلام. زن در قلمرو به عرفان یا فاطمه می شود و یا جعده، حد وسط ندارد. این است که در سنت عرفان اسلامی بسیار به ندرت عارفان حاضر به پذیرش مریدان زن بودند و برخی از مکاتب عرفانی پذیرش زن را به کلی نهی نمودند و حتی بر این باورند که زن مطلقاً قادر به طی طریق در این وادی نیست و به سرعت گمراه می شود. سوال: نظر خودتان در این باره چیست؟ جواب: من به عنوان یک مسلمان علوی مخالف این نظر هستم، ولی ارشاد و هدایت یک زن بسیار شاق‌تر از مرد است. کلن سرعت رشد زن در عرفان بسیار بیشتر از مرد است و نیز امکان لغزش زن هم بسیار بیشتر است، مگر اینکه مستمرن در اطاعت و خشوع از مرادش پیشرفت کند و روز به روز مطیع‌تر گردد. زندگی زنان عارفه‌ای مثل هاجر و مریم و خدیجه و فاطمه نمونه های بارز زنان موفق در این راه هست که اسوه های اطاعت محض و عصمت مطلق هستند. اطاعت و عفت فزاینده تنها ارکان عملی این راه برای زن محسوب می شود. سؤال: امروزه به نظر می رسد که عرفان به خصوص برای زنان مترادف با آزادی و بی‌حجابی و استقلال از مرد می باشد، این به چه معنایی است؟ جواب: این هم از نوع همان عرفان دجالی مردان در دکانهای درویشی و هیپیگری است و عرفان ضد عرفان است. زن عارفه بایستی اسوه کامل اطاعت و عصمت و حجاب توأم با معرفت و آزادگی باشد.
و البته آزادگی جدای از آزادی است. زنی که خود را می شناسد می داند که همه مراحل عرفان برای زن چیزی جز مراحل عفت و عصمت نیست. فاطمه علیها السلام واضح اسوه یک زن کامل و عارف واصل در جهان زنان است. فاطمه در یک جمله کل مراجع و مدارج عرفان زن را توصیف کرده است. زنی که هیچ مردی را نمی بیند و نگاه نمی کند و هیچ مردی همو را نمی بیند و نگاه نمی کند. در واقع زنی که به هیچ مردی در درون و برونش نظر نمی کند، هیچ مردی هم توان به نگاه کردن به او را ندارد و نسبت به او کور می شود. عرفان زن فقط و فقط یک وادی دارد و آن عصمت است در درجاتش. زن عارفه جز مرادش را نمی بیند. سخن آخر این که زن عارفه زنیست که بر اراده به پرستیده شدن فائق آمده است و مرادش را می پرستد. چه نیازی به مربی معنوی؟ پیر، امام یا مرشد معنوی هنگامی به عنوان یک نیاز واجب و مبرمترین نیاز در انسانی رخ می نماید و او را بیتاب می کند و در به در به جستجوی یک رب وامی دارد که به خودی خود پی برده باشد. نیاز به پیر نیاز به رسیدن به خود است، زیرا پیر حقیقی انسانی است که خودش هست و این یعنی موحد. آنچه که ما در این نشریه در یک کلام مشغول ارائه هستیم همانا نشان دادن بی خودی است تا نیاز به خود پدید آید و این نیاز طبعا آتش جستجوی یک خود را به عنوان یک پیر یا امام پدید می آورد و این همان آماده سازی برای ظهور امام مطلق و ناجی موعود است. زیرا یک پیر و عارف در هر درجه‌ای از توحید که باشد برای یک سالک و رهروی حق به مثابه آینه آن امام مطلق است و این به مثابه تعجیل در ظهور و سبقت گرفتن از زمان و رسیدن به امام قبل از ظهور جهانی می باشد. پس هر که به جستجوی امامش به عنوان مظهر خیشتن خیش براید، بیشک او را در وجود یک آموزگار معنوی و پیر طریقت می‌یابد، به شرط آنکه سر و دل و جان بسپارد و جدن اطاعت کند و ارادت ورزد. پس آتش امام یا پیر همانا آتش بی خودی انسان در جستجوی خود است و خود هر انسان همان خداست. پس جستجوی امام یعنی جستجوی خدا در عالم خاک و این است که گفته شده که بی امام کافر است. این یک شعار نیست بلکه یک واقعیت وجودی است. فقط آنی که امام دارد با خود است و خود است یعنی با خداست. پاسخ به یک نامه: چرا اینقدر پیش پا افتاده حرف میزنید؟ چرا اینقدر پیش پا افتاده و عامیانه و سطحی و عقب مانده حرف میزنید؟ طوری حرف میزنید که گویا هیچ کس هیچ چیزی نمیفهمد. گویی با بچه ها سخن میگویید، آن هم بچه های عقب مانده ذهنی. چرا مردم را اینقدر احمق پنداشتید؟ آیا کافر همه را به کیش خود نمی پندارد؟ چرا اینقدر بدبین هستید؟ آیا در جهان ما هیچ نقطه زیبا و روشن و امید بخشی نیست؟ چرا اینقدر آیه یأس می خوانید؟ مگر نه این که به قول خودتان ابلیس کاری جز مأیوس کردن مردم ندارد؟ پاسخ: اگر نشریه و مقالات ما در شأن شما نیست، پس آن را نخوانید و بگذارید فقط آدم‌های به قول خودتان عقب مانده بخوانند. بارها گفته ایم که نشریه ما برای خود یک رسالت درمانی دارد، پس با درد و بدبختی و حماقت و درماندگی ها سر و کار دارد.
همانطور که مثلا در بیمارستان یا تیمارستان نمیتوان با ساز و دهل و تنبک و هل هل کار کرد. کار ما خنده درمانی و رقص درمانی و موسیقی درمانی و جوک درمانی و تلقین درمانی نیست. می توانید به یکی از انواع این درمانی های مدرن رجوع کنید و خودتان را غرق در نشاط و امید سازید. اتفاقاً و دقیقاً رسالت ما بازگشت به خیشتن و نگاه کردن جلوی پای خودمان می باشد، درست در دورانی که همه چشم به آمریکا و مریخ و پشت بام آسمان دارند، در حالی که در چاهند. عرفان ما بسیار پیش پا افتاده است. برای عرفان مدرن رجوع کنید به شعر نو و مواد نو. پاسخ به یک نامه. کلام چون تیر. سوال: آقای دکتر، مطالب شما چون تیری قلب آدمی را جریحه دار و زخمی می کند که جای آن تا مدت ها می سوزد. چرا این گونه می نویسید؟ آیا نمی شود نرم تر سخن بگویید؟ پاسخ ما: از این نرم تر نمی توان نفس آدمی را کالبد شکافی کرد. یک سؤال از شما داریم، اگر پاسخش را بدهید به جوابتان رسیده اید. اگر کسی در خیابان از کنار شما بگذرد، به ناگاه فحش و تهمتی نثار شما کند، در دل شما چه اتفاقی می افتد؟ یا خونتان به جوش می آید و یک دفعه دیوانه می شوید و بلوا برپا می کنید و یا سرتان را پایین انداخته و کمی خجالت می کشید و می روید و فراموش می کنید، ولی تا مدتها در آن باره فکر می کنید. حالت اول داله بر آن است که تهمت در نفس شما واقعیت داشته است و حالت دوم داله بر این است که آن تهمت ناروا بوده، ولی نفس شما خودش را مبرای از آن هم نمی داند. آیا متوجه شدید؟ ولی ما فحش نمی دهیم، زیرا فرد خاصی مخاطب ما نیست که با او مسئله خصوصی داشته باشیم. ما نشان می دهیم هرچند که از این بابت هزاران دشمن برای خود می تراشیم و این هم بخشی از وظیفه ماست. از بند و زنجیرش چه غم؟ آن کس که عیاری کند. پاسخ به یک نامه. آیا خدا هستید؟ سوال: در سایت شما با کتابی به نام هستی بایستی روبرو شدم که گویا زندگی نامه عرفانی شماست که شما در این کتاب ادعای خدایی کرده اید. آیا این طور نیست؟ منظور شما چیست؟ پاسخ ما: گمان نمی کنم خداوند در جایی گفته باشد که فقیر و حقیر و بیمار و بیکس و بدبخت است. من در این کتاب ادعای انسانی کردم و نشان دادم که انسان بودن بسیار شاق‌تر از خدا بودن است. ولذا هیچ کس تا کنون چون این ادعایی نکرده، بلکه بسیاری ادعای خدایی کردند و ما هم خواسته ایم تا آبروی فقر و بیماری و بدبختی بشر را حفظ کنیم و بلکه به آن فخر نماییم، زیرا پیامبر ما این درس را به ما آموخته است. پس شما هم چون این ادعایی کنید که خدا پسندانه ترین ادعا هاست، آن هم در دوره ای که حتی مبلغان دینی و اخلاقی هم فقر را لعنت می کنند و عملا فقط ثروتمندان را به بهشت می فرستند. به هر حال مطمئن باشید هیچ کس چون این خدای فقیر و بیمار و بدبخت را به خدایی قبول نمی کند. ولذا هیچ خدشه‌ای برش و او وارد نمی شود. خیالتان راحت باشد، او خودش به تنهایی می تواند از خودش حراست کند و نیازی به بادیگارد ندارد. منظور ما از این کتابان است که ترمز را بکشید و اندکی مکس کنید در سراشیبی راهی که خوشبختی نامیده اید. ویژگی های مکتب عرفان درمانی.
عرفان ما عرفان شعر و مثال و تفسیر قال نیست، بلکه عرفان منصور و واقعیت و بیان حال است و رضا نشأ پران است و هرگز ملعبه اهل عیش و رنگ و گنج و کرامت بازی نمی شود، زیرا عرفان ما محصول نشأه و بیدردی نیست. عرفان ما عملی است، نه توجیهی و تفسیری. عرفان ما عرفان توجیه انفعال نیست، بلکه عرفان انقلابی است و لذا اهل منقل از آن گریزانند، هرچند که این جماعت را هم برای شفا و نجات با آغوش باز میپذیرد. عرفان ما برای بیدار سازی وجدان است و نه تخدیر آن. عرفان ما عرفان اشرافی و اهل فن نیست، بلکه عرفان امی و اهل دل است و رضا جماعت اهل مدرسه و اهل عیاشی را ناخوشایند است. عرفان ما برخلاف عرفان بازار درویشی به درد توجیه و تقدیس مفاسد و حقارت نمی خورد، بلکه بدبختی ها را می شکافد و نفس را کالبد شکافی می کند و موجب برون افکنی چرک و سیاهی باطن است. عرفان ما پهلوان پرور است و نه مفلس نواز. عرفان ما عرفان ورد و فوت و خواب و خیال نیست، بلکه عرفان عقل و معرفت است. عرفان ما خودشناسی بی انتهاست و نه خودفریبی، خود براندازی نه خودپرستی. عرفان ما عرفان عشق است و لذا فسق و زدائی می کند و لذا قهار است و نه مملوس. عرفان ما عرفان آسمانی ساختن زمین نیست، بلکه زمینی نمودن آسمان است. عرفان ما عرفان فرافکنی نیست، بلکه عرفان درون افکنی جهان است. عرفان ما عرفان گوشه‌گیری و انزوا نیست، بلکه عرفان اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی، پزشکی و در یک کلام عرفان رابطه است. عرفان مدنی. عرفان ما مکتب اصالت معرفت است و لذا حتی خرافات را هم به عنوان یک واقعیت به قلم رو به ادراک وارد می کند. عرفان ما افسانه پرستی نیست، بلکه واقعیت پرستی است. عرفان ما تاریخی نیست، بلکه زندگانی است و مدر. رسالت ما نجات یا هدایت کسی به صورت فعل بدائه و آنی و ابدی نیست، زیرا چون این امری اگر هم ممکن می بود در شأن انسان نمی بود و این همان فرق بین انسان و ملائکه است. رسالت ما نمایاندن حجت‌های عقلی و عینی و تجربی درباره حقیقت دین و عرفان است و بیدار ساختن وجدان‌ها. و آنگاه جز انگشت شماری ما بقی به راه و روش زندگی عادی خود باز می گردند، منتها با چشمی باز و دلی آگاه. ما در نخستین رابطه بر هر کسی عقلن و عملن نشان می دهیم که می توان انسان بود و با شرافت و عزت و اختیار و خدایگونه زیست. فقط کافی است که جدن بخواهی. کسی که با چشم باز به راه زلالت می رود به سرعت به غایت آن رسیده و برای توبه ای قاطعانه آماده می شود که باز گردد. این بار او اهل هدایت و انتخاب صادقانه دین و معرفت است. این مدت برای هر کسی بسته به سن و شرایط اوست. ما بذری می کاریم که بالاخره دیر یا زود به بار می نشیند. آیا پنداشته اید کسی که می داند و کسی که نمی داند همسان است؟ قرآن. هرچند که در یک مسیر حرکت کند، آن که می داند و می فهمد دیگر در وادی زلالت و ظلمت نمی تواند خوش بگذراند و این جوهره رجعت اوست. بنابراین رسالت ما همان رسالت انبیای الهی در دوران ختم نبوت و غیبت است، به مدد عقل و عرفان و امکانات و شرایط و تجربیات بشر مدرن.
چرا که بزرگترین نعمتی که در عرصه خالقیت و غیبت پدید آمده است همان عقل و عرفان است که جانشین وحی می باشد و نهایتاً به تصدیق وحی می رسد. همانطور که رسول اسلام صلی الله فرمود، زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من می رسند. بنابراین ما احیاگر دین خدا و نور اولیا از منشأ عقل و عرفان و فطرت هستیم و نهایتاً هیچ حرف و ادعای تازه‌ای نداریم. طرح یک نامه. آیا شما ملحد هستید؟ با عرض سلام و ارادت خدمت استاد عزیز، بنده با مطالعه آثار شما در سایت در مدت کوتاهی این قدرت روح و اراده را پیدا کردم که همه مفاسد اخلاقی و گناهان کبیره را که تا اعماق نفس من برای تمام عمرم ریشه دوانیده بود ترک کنم و یک بار دیگر صاحب وجدان و شرافت و دین گردم و علاوه بر این اعتیادم نیز از میان رفت و زندگی زناشویی ما هم که تمام شده بود احیا گردی. ولی مواجه با واقعی حیرت آور شدم و آن مقابله و اداوت زنم به همراه پدرش می باشد که مردی روحانی و مدرس نیز می باشد. من تلاش فراوان کردم که آثار شما را به همه فامیل خودم معرفی کنم، ولی پدر زنم می گوید که آثار دکتر خانجانی مثل دکتر شریعتی است که او هم کافر و ملحد بود. تعجب من از این است که همسر و پدر زنم از این واقعه بسیار پریشان هستند. لطفاً مرا یاری دهید تا از پس این واقعه نیز برایم. قابل ذکر است که زنم انسانی متدین و با نماز و با عصمت است. پاسخ ما: خوشا به حال آن قوم و دینی که ملحدش این گونه باشد تا چه رسد به مؤمن و موحدش. ولی راز مقابله همسرت به همراه پدرش این است که شما دیگر نقطه ضعفی ندارید و لذا چاپلوسی و مریدی آنها را نمی کنی و برای اولین بار دارای اراده و مردانگی و ولایت زناشویی شده ای. یک زن کافرکیش هرچند که جا نماز هم آب بکشد همواره یک شوهر معتاد و پولدار ولی دریوزه و بی اراده و بی غیرت را ترجیح می دهد. اتفاقا فقط در چنین مواقعی روشن می شود که دین و ایمان به واسطه اعمال به محک زده می شود و نه عبادات و شعار و نماز، و نیز این که شقی ترین دشمنان دین در لباس دین پنهان هستند. اگر راست می گویید. عده کثیری از بازدید کنندگان سایت ما از ما می پرسند، اگر راست می گویید پس چرا خودتان هم از رایانه و اینترنت جهت پیام رسانی استفاده می کنید در حالی که معتقد هستید که یک تکنولوژی دوزخی و ابلیسی است؟ و حتی یکی از آشنایان قدیمی از ما می پرسید، اگر راست می گویید پس چرا خودتان تلویزیون دارید و تماشا می کنید؟ شاید بتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق این نوع سوال کنندگان دارای حسن نیت نیستند، یعنی اصلا منظورشان سوال کردن نیست بلکه فحاشی است، منتها فحاشی منافقانه. این نوع سوالات از ماهیت سوال آن منافقی است که در محفلی از علی علیه السلام پرسید، اگر راست میگویید به من بگویید که تعداد موهای صورت من چند عدد است. اصلا مقدمه سؤال این نوع آدم ها رسوا کننده ماهیت منافقانه آنهاست. اگر راست میگویید، آنها مرا یک کذاب و دروغگو میدانند، لذا پرسیدن همین سوال بدین معناست که پاسخی نخواهند داشت و اصلا قصد دریافت پاسخ ندارند.
غرض از طرح این سوال فحاشی است، ولی چون دلیلی بر فحش خود ندارند این گونه منافقان طرح مسئله می کنند. و اما دلیل اصلی تر همانا بزدلی و فقدان صداقت در آنهاست که شهامت فحاشی علنی ندارند، که یا لااقل این که بگویند همه ی حرف های شما بی دلیل و کذب است. منافق یعنی ریاکاری ترسو، ولی کافر یعنی پهلوانی ابله. و اما پاسخ آنها را برای رضای خدا می دهیم با طرح یک سوال دیگر. آیا به نظر شما آدمی که به ویروس ایدز مبتلاست و دانشمندی که درباره این ویروس تحقیق می کند هر دو همسان هستند و بایستی هر دو را ایدزی دانست؟ پس می بینید که پاسخی به غایت احمقانه و جنون‌آمیز است. منافقان همین گونه‌اند. این پاسخ به گونه دیگری قابل تر هست. آیا یک آدم دنیا پرست و آدمی متقی که هنوز در قید حیات دنیاست همسان است؟ آیا هر آدمی که در جیب خود پولی دارد پول پرست است؟ کلگر طبیب بودی حکمت عصر حجر است. پاسخ به یک نامه. همه خود را می شناسند. سوال: استاد گرامی، نمی دانم منظورتان از خودشناسی چیست که آن را تنها راه نجات می خوانید. هر کسی در حد نیازش خود را می شناسد و می داند که تا چه حدی بزدل و ابله و کافر و دریوزه و بدبخت است. آیا این چه مشکلی را حل می کند؟ این که می‌فرمایید که معرفت به خودی خود کافی است یعنی چه؟ من هیچ سر در نمی‌آورم. اگر ممکن است به زبانی بفرمایید که ما هم فهم کنیم. پاسخ ما: البته همین حد از خودشناسی هم که فرمودید در اکثر آدم‌ها موجود نیست، ولی مهم این نیست که بدانی دارای صفات و خصائل بد هستی، بلکه ببینی و بفهمی که مثلا چرا و از کجا این گونه شده ای، یعنی رگ و ریشه های باطنی این صفات بد را در خود بیابی. مثلا اگر آدمی فهم و باور کند که آنچه که او را می ترساند توهمات خود اوست و نه واقعیت های بیرونی، مسلماً ترس او از میان خواهد رفت. اگر آدمی فهم و باور کند که دروغگویی های او بر اساس مصلحت هایی است که هرگز وجود خارجی ندارد، مسلما دروغگویی را ترک می کند و الی آخر. و نکته آخر این که هیچ صفت بدی در انسان ریشه نمی دواند و پایدار نمی شود الا این که در ذهن فرد توجیه و تقدیس شده باشد. نخستین کار در امر خودشناسی همانا قداست زدائی از این صفات بد است، و چون قداست زدائی شد دیگر جای ماندن ندارد، و این است که خودشناسی مشتری فراوانی ندارد. کسی هم که ظاهراً ادعا می کند که آدم کافر یا بزدلی است، او خودش در نزد خود باورش ندارد و چنین اعترافی یا از روی مصلحت و تبرئه کردن خیش است و یا شکست نفسی ریاکارانه. بنابراین هیچ صفت زشتی در انسان نیست الا این که زیبا سازی شده باشد. امکان اندیشه ناب. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. مولوی. انسانیت انسان یعنی ماندگاری و حیات جاوید بشر روی زمین چیزی جز اندیشه ای نیست که از خود بر جای می نهد.
آدمی حتی اگر قصد بقای جاوید بر روی زمین را هم داشته باشد، بایستی به جای ثروت و قدرت اندوزی به کار خلق اندیشه های نو بپردازد تا در میان نسل بشری باقی بماند. و اندیشه ای ماندگارتر است که به قول مولانا منزه از استخوان و ریشه باشد، یعنی منزه از مادیت. حتی در قلمرو به اندیشه و علوم طبیعی هم آن اندیشه هایی ماندگارتر است که برخواسته از جنبه های ماندگارتر جهان طبیعت باشد، مثل نظریه جاذبه، نور و زمان و تکامل. و این است که در میان دانشمندان علوم طبیعی نیز فقط کسانی چون نیوتن، داروین و اینشتین از خود نامی باقی نهاده و ما بقی فراموش شدند. ولی مثلا حکیمی به نام سقراط حدود 25 قرن پیش فقط به خاطر یکی دو جمله در تاریخ جهان ماندگار شده که هیچ خاصیت مادی هم ندارد: خودت را بشناس. و اما شرایط و امکانات اندیشیدن و تفکر ناب بدون دخالت مادیت و غرایز و طبیعت مستلزم یک آرامش و یقین و بینیازی عظیم است از عالم و آدمیان و نیز از خیشتن. و این جز با انتخاب عارفانه فقر و تنهایی فراهم نمی آید. فقر و تنهایی دو بال اندیشه و عرفان ناب هستند که انسان را در جهان ابدی می سازند. فقر لای روبی کننده ذهن از دنیاست و تنهایی هم پاک کننده دل از اهل دنیا. ارزش رازگویی. پاسخ به یک نامه. علی علیه السلام می فرماید که در همه حال صدق پیشه کنید، حتی اگر جان خود را در خطر می دانید. این بدان معناست که در خطر یافتن جان یا نان یا آبروی خود به واسطه صدق یک وسوسه و فریب شیطانی است که مولد دروغ مصلحتی است. یکی از سوالهایی که مکررن از ما می شود این است که این همه رازگویی و افشای اسرار نهان انسان و جهان چه خاصیتی دارد، الا این که جان خود را در خطر می اندازید و همه را دشمن خود می سازید و مردم نیز دریده تر می شوند. پاسخ ما: اصلا چنین نیست. اول اینکه جان و نان و آبرویی که در نزد مردم است هیچ اعتباری ندارد و ناحق است. دوم اینکه اتفاقا مردم غالبا اهل معرفت و افشاگران اسرار را دوست می‌دارند و نمی‌توانند ندارند، و این نیز یک راز الهی است و فحاشی‌های آنان هم یک ریا و بازی است. ولی کمترین خاصیت افشای اسرار نهان بشر این است که مکرها و دروغهای بشری از خاصیت و کارایی ساقط می شود که در این صورت یا انسان توبه می کند و یا مکارتر و پیچیده تر می گردد، که در هر دو صورت دو نوع رشد است و هر دو جماعت به سرعت بیشتری به غایت خود می رسند و آخرت خود را در دنیا می یابند و نهایتا مجال توبه و آغاز دیگری برایشان ممکن می شود. بنابراین عرفان که به یک معنا چیزی جز آشکار کردن اسرار نهان نیست، نهایتاً به خیر عارف و معروف است و این تنها خیر جاودانه است. و توشه آخرت هم جز این نیست: نور معرفت. چرا خود نمایی می کنید؟ پاسخ به یک نامه. سوال: شما در زندگی نامه خود با طرح مکاشفات و کرامات خود به یک خودنمایی و جلوه‌گری بسیار زننده ای دست زده اید. این برخلاف موازین اخلاقی خودتان نیز می باشد. آیا این طور نیست؟ پاسخ ما:
همانطور که در مقدمه و متن این زندگی نامه های عرفانی متذکر شده ایم، طرح این امور نیز حجتی بر حق دین و معرفت و ادعاهای ماست. و دیگر این که در عصری که خود همه به کفر و الحاد و مفاسد و قانون مادی افتخار می کنند و این افتخارات را بر علیه معارف دینی به کار می برند، طرح امور متافیزیکی امری واجب است. و نکته دیگر این که دعوی های عرفانی و متافیزیکی نمودن شهامت عظیمی می طلبد، چرا که محتاج به پاسخگویی است. در حالی که آدم ها معمولا حتی شهامت طرح یک رؤیا از خود را هم ندارند. و به علاوه ما با طرح این امور متافیزیکی مگر حق و حقوق چه فرد یا گروهی را ضایع کرده ایم و از این بابت چه مزد و منتی از کسی طلب نموده ایم الا اینکه بی مزد و منت تمام عمر خود را وقف خدمت به مردم نموده ایم و از این بابت هم عموماً جز عداوت دریافت نکرده ایم. حال اگر طرح این معارف متافیزیکی موجب تحقیر دعویهای دینی و عرفانی کسی می شود، بسیار متاسفی. قصد ما تحریک غیرت دینی و عرفانی است و تحقیر نیز نهایتا موجب تحریک می شود. و اما نکته آخر این که ما این معارف متافیزیکی را در اواخر عمر خود بیان نموده ایم که دیگر امید و انتظار دنیوی برای من باقی نمانده است. چرا اینقدر اشد؟ پاسخ به یک نامه. سوال: چرا در نوشته هایتان اینقدر از واژه اشد استفاده می کنید؟ آیا در جهان ما هیچ امر معتدل و متوسط و عادی وجود ندارد؟ پاسخ: خیر. درست به همین دلیل نام این دوران را آخر الزمان نهادند. آخر الزمان دوران غایت هاست و به همت علوم و فنون و صنایع و ارتباطات جهانی همه امور بشری در اشد خود بارز می شود و این است که در جهانی بحرانی به سر می بریم و همه امور در وضع انقلابی قرار دارد. آخر الزمان ترمینال نفس افراد و کل تاریخ است. عصر برون افکنی های انفجاری است. همانطور که عصر انفجار علوم و فنون و اطلاعات و نیز انفجارات دل ذرات و کرات می باشد. حتی فصول طبیعی سال نیز دوچار این وضع است که یا دوچار قحطی هستیم و یا سیلاب ها و طوفان ها و غلیان دریاها. پس در حقیقت دوران ما دوران اشد شناسی است و کسی که این علم و نگرش را نداشته باشد از عصر ما و از واقعیت خودش بیگانه و جاهل است و برای کوچکترین مشکلات هم علاجی نمییابد، زیرا دیگر مشکل کوچک و عادی وجود ندارد. درست به همین دلیل ما دعوی پدید شناسی داریم و همه امور قدیمی و عادی و روزمره تاریخی بشر را هم از منظر یک پیدایش جدید می نگریم و هر امری یک مکاشفه و خلقت جدید محسوب می شود. و این است که در پایان این دوران پایانی هم با بزرگترین پدیده تاریخ هستی روبرو خواهیم شد. ظهور خدا. چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟ پاسخ به یک سوال: ما به ازای هر یک مقاله یا کتابی که درباره زن و انتقاد به بدیهای زن نوشته ایم، ده‌ها و بلکه صدها مقاله و رساله درباره مرد و بدیهای او نگاشته ایم. و سایت ما اثبات ادعای ماست. فی‌المثل همه مطالبی که درباره علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و تاریخ و ادبیات و فلسفه ها نوشته ایم مربوط به عوالم و مسائل مردانه است، زیرا مردان سازندگان و مدعیان این عرصه ها هستند.
منتها شما می توانید از ما بپرسید که چرا اصولا نسبت به همه اینقدر بدبین هستید؟ که ما بارها پاسخ این سوال را داده ایم و آن این که نگاه ما از منظر آسیب شناسی و درمانگری است، همانطور که طبیب در جستجوی امراض بیمار است و نه اعضای سالمش. علاوه بر این، روح حاکم بر کل تاریخ ادبیات و فلسفه و مذهب و فرهنگ بشری روح انتقاد است، زیرا از منظر انتقاد و بدبینی است که راه گشایی و خلاقیت و مکاشفه و ابداعات رخ می‌دهد و نه از منظر خودستایی و فقر فروشی و خودشیفتگی. کار ما این است که نقاط بیمار را پیدا کرده و بفشاریم تا آدم‌ها درد را احساس کنند و لااقل بدانند که بیمارند و چاره‌ای اندیشند. زیرا روح حاکم بر رسانه‌های مدرن جهان همانا تخدیر و فریبکاری و گمراه سازی بشر است تا متوجه دردهای خود نشود و بازیچه امیال آدم خاران جهانی گردد و آنها را به عنوان ناجیان خود باور کند. پس بدبینی ما در واقع نیکبینی ماست و بشر دوستی. و اینکه هر چیز زشتی از زن در مرد ریشه دارد.